دیده میشه، با دیدن بدن. اونجا اگه یکی یه جوره، یکی یه جوره، خب بدنه، ولی وقتی فقط روسری و چادر نمیفهمید شیوای دیرفتیم بگم، چه چادر و یا روسری که میده، این قرص ماه صورت زنه پیدا میشه. خب خاک بر سر حزب الله خر خر مقدست بکنن. تو اگه خر مقدس هستی که وقتی بدنش باشه آدم همه جا نگاه میکنه دیگه، چه صورتش خوشگلی به صورته که. بعدم هنوز یک ریشه های بلاهت و حماقت و اینهایی وجود داره در میان انسان ها که مثلا میگم، مثلا این عکس خانم کارلا برونی رو که میبینن میگن آقای کارلا برونی سکسی عکسه، مردی که سکسی سکسی چیه؟ خانم کارلا برونی زن نیکولا سرکوزی، خودش هم مانکن، خواننده، هنرپیشه، با شخصیت. ایشون همیشه از ایران، جنبش ایران، انقلاب ایران، زن ایرانی دفاع کرده، موهاش قیچی کرده تفلی از خاطر مهسا و دیگران. اینها زنان با ارزشی هستن، خوشگل هم هست، میاد راه هم میره، مانکنه بر میره، لذت میبره جهان از زیبایی و از ذکاوت زنی که از زن ایرانی دفاع میکنه. اون وقت شما بیا تو رام مالبازی و اربعین صف را بنداز، ملت ایران پول نون ندارن بخورن، او کار بکنی کار بکنی، مزخرفات را بندازید و فلان اینا. و بعد جالبه این عربایی که اینقدر همه دیگه عرب عرب و عربی که میگیم عرب تمدن 1400 سال بیش الان تو ایران حاکمه، عرب مدرنش میگه نیست که. شما ببین عرب مدرن میرن با فوتبال و با فلان و با اینترنت و فلان میرن دنیا رو میگیرن. بزرگترین به بازی کنای فوتبال رو، گرونترین رو میخرن، چون یه سرمایه گذاری پول داری میارن، ماشین براشون درست میکنن، ماشین اطلا خوشگل، آرم مملکتشون سر یا روی فلان. وقت ایران آریایی با این همه تمدن، با این میترا پشت سر من در مجسمه آزادی در برابر برج ایفل در نیویورک، با این همه امکانات تمدنی، مشتی تازی عرب از اون عربای پابرینه 1400 سال پیش اومدن بر من حکومت میکنن. بعد مسابقه که در استقلال با تراکتور تراکتور سازی، جادوگر از هندوستان وارد میکنن که جادو بکنه یارو برنده بشه. خاک بر سر شما. و خاک بر سر شمایی که نمیایین این بندازین تو مسترا، هم حیفه تو چای جمکران هم اینا رو بندازین. مردم بلند شین، شجاعتی. امروز دیگه شجاعت و شورش مردم ما، جوانها به ویژه جوانان ما، سواران که من میگفتم در راهن دارن میان، شو سواران در راهن، سواران دارن میان، حاضرن. ببین فکر کردی باید سی با اسب بیاد؟ با موتور میان، سوار موتور میاد، ترتیب این تازیان میده. خیلی خوبا رو برام زدی، با به پاهای من اومدی، باخچه ای با به پاهای من اومدی. بعد شما که ماشین ها که چند میلیارد دلاری تومانی میلیونی بخر و به چه ها پوز بدن و فلان، بعد شما میگه بشین نره تماشا کن، نگاهی بچه فلانی ها این ماشین رو گه بزنید در با داغونشون کنید این حرومزاده ها رو، بیاین توی میدون، میدون جنگ، دزدی کردن، غارت کردن، جبابول کردن، قتل کردن، کشتار را انداختن، شورشی باشید همتون، شورش کنید، ترتیب اینها رو بدید. شما دانمارک تمدن، این عکس می‌بینی؟ دانمارک تمدنه، یارو وکیل مجلس با دوچرخه میره،
با دوچرخه میره پارکینگ دوچرخه داره. یا روز پرتیان از چیزی چیزتر میاد به چیزش میره باید ماشینش عوض کنه، زنش عوض کنه، خونش عوض کنه. ول کنید این مسخره بازی ها رو، این تازی اندیشی ها رو، این پلید اندیشی ها رو ول کنید. سواران در راه هم شیدای عزیزم، این سراینده دلیر چند بار رفته زندان؟ چند بار؟ هر وقت هم از زندان آمده بیرون شجاعتر از دیروز. ببین چی مثلا یه گوش کن. پا آمدم بی سر و بی دست و بی پا آمدم، آمدم هوشیارتر بیدارتر بر سر ملای دون آوارتر. من صدای مبهم بیداریم، بانگ خشم مادر افکاریم. من همان پویای بختیاریم، نرگس و نسرین و کردفشاریم. خشم ستار بهشتی ها منم، مادرش گوهر، منان شیر زنم. من خرابم، آتشم، توفانیم، از تبار آرشم، ایرانیم. شعر من خشم قیام ملت است، ملتی که خسته از هر ذلت است. تو ولی ای شیخ پرز شهوتی، فاسدی و خائنی، بی غیرتی، بی اصالت، بی شرافت، بی فروغ، تو خداوند فریبی و دروغ. آب و خاک پاک من را بهر باج می فروشی، می گذاری در خراج. ای زهر بیمارتر بیمارتر، ای زهر خونخاری خونخارتر. عامل بدبختی و بیچارگی، دشمن آزادی و آزادگی. یاور دزدان و یاور فاسدان، رهنمای قاتلان و جاهلان. ننگ بارد از عبا و جامعت، بوی شهوت میدهد امامت. مذهب و دین تو، ارزانی تو، کشت ما را جهل و نادانی تو. آی ملاهای بی‌ناموس کور، روزخانهای سر اهل قبور. ای سیه رویان بی اصل و نسب، نوکران و جیرخاران عرب. رأی ما نابودی جهل است و بس، تا کشد ایران پس از آن یک نفس. گم شوید از این وطن ای خائنان، بی شما ایران بگرد. همه ما را از دم گذاشتن سر کار. ما ذکاوت و زیرکی نداریم. یعنی ذکاوت و زیرکی گفتم غیر از اون مسئله که آرو رفته درسای قرون وسطا رو در رابطه با تاریخ ایران خونده، بعد میاد تو ایران هم میگن استاد دانشگاه، آقا تحصیل کرده خارج، ایشون استاد ادبیات و زبان و فارسی، ایشون تاریخ فلسفه گلابی رو خونده در اینا. همه گذشته، اون شد رفت. حالا به چه 10 ساله ننه بزرگ 100 سالش بهتر میفهمه، هم خدا رو، هم دین و هم ایمان و هم آفرینش و هم بیگ بانگ و همه چیزو. ول کنید اون داده های گذشته رو. از همه اینا مهمتر اینه که الان همه شما سر کارید. قبلا 100 بار بهتون گفتم که با این مثلا با فیسبوک قدیم حالا هر وقتی که تکنولوژی اومد سر به چهار جمع. آقا ما گروه ما ندیدی؟ ما گروه زدیم. یه گروه هم بزنه یه 500 نفر چنده الاول. آقا اخبار من چرا گوش نمیکنی؟ سیاوش هستو ببین اخبار من ما بعد میپرسیم بابا فلان. همه دیگه یارو کسب و کاسبی میشه ول کرده. گروه داره. آخ اینقدر گروه داره، بعد حرف همدیگه رو برام میگیرن، برام میفرستن. بعد یکی زمان زنگ زدم گفت سیاوش هستم، ما میخوام بشینیم مطالب تو رو گوش کنیم و اینا فلان. ولی میبینیم اینقدر برامون پیام میاد، پیامای هم خوشگل و خوب، سر ما رو خوب برمیکنه. بعد دیگه یاد ماره برنامه تو رو گوش کنیم. گفتم به درک راه نداره که. حالا چیه اینا؟ همه وزارت اطلاعات اونجا نشسته برای شما میسازه که این گروه های مختلفی که در واتساپ اینور اونور اونور در اومده سر شما رو بند کنه. درست مثل کار رادیو تلویزیون. او تلویزیون اول فقط تلویزیون پارس بود، تلویزیون پارس بود، روشنگری تا همین الان امیر شجره گذاشته پاش روشنگری میکنه. یهو اینا آمدن 400-500 تا تلویزیون رو انداختن که اصلا تا گم بشه دیگه. بعدم اینقدر فوتوکپی درست کردن از آدم‌ها فلان 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 اینا که مثلا سیاوش اوستا مثلا میارو
گم بشه. بعد هم از یه چیزایی که خوششم میاد، آقا یارو با فلانی عروسی کرد، عقد آریایی هم حالا عقد آریایی کرد، عوستم اونجا بود، نه نه چیزاش بود، آقا این یارو دیگه رو بزرگتار ششو گرفتن، فاطمه زلیخا و یوسف هم اومده اونجا عباش عکس گرفتن. خود اونجا سرتون رو بند میکنن. اینا سرگرمیه، سرگرمی داریم، مدرسه که میری چندین ماتیر درسی داری، تاریخ داری، ریاضیات داری، شیمی داری، فیزیک داری، از کام خدمتتون هندسه داری، از جمله داری مثلا ورزش. خب یک ورزش هفته یکی دو ساعت باید بکنی، ولی تمام زندگیت که نمیشه سرگرمی، که بیان سرتو رو گرم کنن که آقا شنیدی او با او دعوا شد، او زن او با او شوهر او رفت، آقا او زنه بعدش سالها شوهرش ماچ کرد، او رو دیدی، یارو دیدی ما اومده ایران، اینا حال بشه جایزه پاداش میدیم، اون پاداش چیه؟ سرتون رو گرم میکنن. مثلا گروه ها، آقا صبح شما بخیر، فرخنده با پیروز با تو بامداد، ولی کی میاد بهت میگه که اون حرفی که باید بگه؟ قاصدک رو میبینی روی تلویزیون، داره روی یوتیوب یک گروه بنام قاصدک، برنامه قاصدک میری میبینی ذهنت بره بالا، گفته های دکتر انصاری رو گوش میکنی، فرود فولادمند رو گوش میکنی، رضا فاضلی رو گوش میکنی، فهمت بره بالا. سرتون رو بند کردن مردم، و با این وضع شما روز به روز حالتون بدتر از دیروز میشه، بدتر از دیروز میشه. همه شدن از دم خبرنگار و نویسنده و راننده و گزارشگر و گزارشگر از ایران میدین، همه عالیه، دمتون گرم، مال ایران خیلی خوبه، قربون دستتون برم. مثلا همین مهدی یراحی الان چقدر تو ایران اومدن از این پشتیبانی میکنن. دخترها همین که میگه روسری تو در بیار، روسش در میاره میرقص حال میکنه، اینا قشنگه. ولی اونا که سرگرمی سر مردم رو دارن، بعد همه رو هم بذارن سر کار، تو واتساپ 2000 تا 2500 تا 4000 تا گروه درست کرد، هر گروه هم 400-500 که نمیتونم 300 تا 100 تا اسم، بعد خبرها هم از تو میبینه، آه چقدر قشنگ پید، آه چقدر بابا خرد رو ببر بالا. میدونه امام حسین نگین میلیارد دلار خرجش کردن تا تبرستان ایران اومده تو رو کشته، بدبخت نازنین مهربان یار عشق من، بت کردن ازشون، بت ساختن. میدونی از اینا رو کسی میاد پخش کنه؟ صحبت های همین پری روزه کیان پیر فلک رو کسی میاد پخش کنه؟ من به خیلی تا میرسم عکس کیان پیرفرک نشون میدم، میگه آهای کلاه فروهر تو سرشه، میگم نه چی دیگه خاطر عزیز داری، اینو بگذر بگو، ها آره کشتنش باید، میگم خب چه خاطری داری؟ به جون شما به هر کی من میگم زورم میزنم، آدم های فهمیده تحصیل کرده تیریبوندار نمیگه که آقای گفت من از قرآن بیزارم. خب وقتی مادرش این سر گور گفت، من خبر دارم بچه های محلم، بچه های کلاسش، خانواده هاش، معلمش به من زنگ زده گفته، خبر دارم، میگفت تو مدرسه های حرفا رو میزد، تو کلاسش این حرفا رو میزد کیان پیرفلک. خب چرا حرفای کیان پیرفلک 9 ساله رو پخش میکنی شما؟ آقا زن 10 بار گفتم ساعت زنده باد بی خبرنگاری که بودو بودو اومد میگن اطلاعاتی هم بوده فلان اومد. آقا تو وصیت چی کردی؟ ثبت تاریخی که کرد، ثبت تاریخی، هر کی میبینم میگم شنیدی مجید رضا رهنورد پیش از اعدامش چی گفت؟
آره گفت شادی کنید. گفتم قبل شادی کنید دیگه چی گفت؟ گفت آره موزیک بذارید، مثل که تو برای مادرت گذاشتی وقتی که اینجا رو کشتی جنگ، گفت موزیک بذارید. ویگن هم آمده بود خونده بود، هادی خلصندی هم نمایش نامه نوشته بود. میگه نه چی گفت مجید رضا رهنمایی؟ به جون شما هیچ کس نمیگه که این گفته بود که نه قرآن بخوانید نه نماز.